سر خط خبرها. شما یه جوری داری سوال میکنی که من نمیخوام اونجوری جواب بدم. یعنی چی؟ نمیخوام اونجوری که شما میخوای جواب بدم. پخش فیلمی از روح لازم در تلویزیون ایران. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید پخش اعترافات مدیر آمد نیوز مصداق شکنجه است. گزارش یک روزنامه در تهران از تلاش مجلسی ها برای استیضاح روحانی. سخنگوی دولت گفته این کارها به حل مشکلات کمک نمی کند. مرگ 188 بیمار در شبانه روز گذشته در ایران. رئیس شورای شهر تهران دولت را در اوجگیری دوباره کرونا مقصر اصلی می داند. و از سانسور کرونا تا انکار ویروس، ترکمنستان مدعی است حتی یک مورد ابتلا هم نداشته است. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. سازمان گزارشگران بدون مرز پخش فیلمی از روح لازم در تلویزیون ایران را محکوم کرده و آن را مصداق شکنجه دانسته. در پایان این فیلم که دیشب از تلویزیون ایران پخش شد، مجری از اطلاعات سپاه به خاطر ضبط این برنامه تشکر کرد. آقای زم که مؤسس و از مدیران آمد نیوز است به اعدام محکوم شده. دو سازمان حقوق بشری در لندن و فرانسه اخیراً تلویزیون ایران را برای پخش اعتراف‌های اجباری دست کم 155 نفر به همکاری با دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی متهم کردند. دیگه مشیت الهی بر این قرار گرفته که فعلا با هم گفتگو. از کجا شروع کنم؟ از هر کجا دوست داری. بعد عقاید سیاسی چی بود؟ سیاسی بیشتر یه ذره به این وریا میزد، یه ذره بیشتر مثلا سمت اصلاح طلبا یه ذره میزد، یعنی رفرمیستی بودم بیشتر، خواستار اصلاح بودم مثل روندار. تا 88 دیگه، 88 به بعد دیگه یه دفعه چپ شد. کاوه شیرزاد فعال سیاسی از دیجون فرانسه با ما هستن. آقای شیرزاد، شما روح لازم رو از نزدیک میشناسید، با ایشون آشنا بودید، در مورد پخش این فیلم چه فکر کردید؟ نگاه کنید، بله، من تا حدودی روح لازم رو میشناختم، نه خیلی دقیق. واقعیت اینه که حتی زمانی که روح لازم در داخل فرانسه بود و فعالیت میکرد، خیلی از زوایای فعالیت ایشون برای ما مشخص نبود. ولی خب من شواهدی از زندگی ایشون دیدم و این بر مبنای این شواهد هستش که در واقع من نظراتم رو میگم. فیلمی که نشون داده شد قطعا یک فیلمی بود به نظر من به هدف مهندسی افکار عمومی تهیه شده بود، برش خورده بود، مونتاژ شده بود و برخلاف فیلم هایی که هدفش این هستش که سوژه رو مورد نفرت قرار بدن، اهداف و اون منشش رو مورد هدف قرار بدن و مورد نفرت قرار بدن، در این فیلم خیلی هدف نامشخص، در واقع مشخص نبود و به نظر میرسه که اهداف امنیتی پشت اون هست و به نظر من اینجور به نظر هستش که برای استفاده در منازعات درون قدرت علیه بانهای مختلف این فیلم تهیه شده و این از بعد سیاسی است. از بعد حقوق بشری خب سازمان صدا و سیما به یک نوعی محکوم هست به این که تا به حال اعترافات بسیاری از فعالین سیاسی رو نشون داده. بسیاری از اونها مثل مازیار ابراهیمی وقتی از فرار کردن، یعنی تونستن از زندان آزاد بشن و بیان بیرون، تمام اینها رو رد کردن. در واقع ما شاهد این هستیم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در یک پروژه امنیتی شرکت میکنه. این استدلال در واقع پایه‌ای هستش که خیلی از فعالین حقوق بشر، فعالین دموکراسی خواه، خواهان این هستن که صدا و سیما تحریم بین المللی بشه و ابزار دست قدرت نباشه، به خصوص که در ایران به هر حال سانسور خیلی شدیدی هم وجود داره. آقای شیرزاد، اگر درست متوجه منظورتون شده باشم، شما میفرمایید با وجود اینکه این فیلم میره در همون رده فیلم‌هایی که اعتراف گیری اجباری هست، ولی نوع ارزش و لحنش فرق میکنه با قبل؟
بله اگه سوالتون رو تموم شده من یه لحظه بله. قطع شد. بله فقط می‌خواستم ببینم که به نظر شما فرق میکنه و فرقش چیه و اگر که این تفاوت رو داره آیا به نظر میاد که با یک هدفی برای تاثیرگذاری بیشتر به این شکل ارائه میشه؟ یا کنید اطلاعات ما جامع نیست در این ارتباط که ما نظر 100% قطعی بدیم، ولی چیزی که مشخصه این هستش که اطلاعاتی که در این برنامه داده میشه، بیرون داده میشه، به نظر من بخشی از اون اطلاعات مهندسی شده است و به عقیده من 100% استفاده خواهد شد برای منازعات درون قدرت. ما خیلی از اونا رو نامشخصیم و روح اللازم با توجه به این که در فیلم هم خودش یه جورایی نشون میده که یک سال تقریبا از زمانی که بازداشت شده هیچ اطلاعاتی از شبکه‌های اجتماعی، حتی شبکه اجتماعی تلگرامی که خودش داشته، خبردار نیست و اونجور که پدر ایشون گفته نزدیک یک سال هستش که روح اللازم در یک فضای کاملا ایزوله شده. این منازعات درون قدرت که میفرمایید استفاده برای منازعات درون قدرت خواهد شد، دقیقا منظورتون چه استفاده ای؟ همونطور که گفتم خیلی ابعاد این قضیه نامشخص هست. نگاه کنید روح اللازم زمانی که بیرون بود از حلقه نارمک به یک نوعی صحبت کرد، اون حلقه به یک جوری الان اطلاعات زیادی ازش نیست. آقای قاسم سلیمانی، احمدی نژاد، خیلی افراد، خود آقای لاریجانی ها جزوش بودن و اطلاعات زیادی نیست. همه چی واقعیت در ابهام. من نظر 100% قطعی نمیتونم در این ارتباط بدم، ولی بیشک اونجور که خود روح الله حتی در این مصاحبه میگفت مجبور هستش که نام افرادی رو نبره در این مصاحبه یا بازجویی و این به یک نوعی ممکنه که ابزار دست قسمتی از باندهای حکومت باشه برای اینکه قسمت دیگر رو حذف کنن با توجه به منازعات قدرتی که وجود داره. و ما میدونیم وقتی که روح اللازم و آمد نیوز داشت فعالیت میکرد، بخشهایی از حاکمیت اطلاعات میدادن علیه بخشهای دیگه حذف کنن. الان این به عنوان عقیده من یک برگ برنده هست در دست سپاه اونجوری که در این برنامه دیده میشه و حتما باندهای سپاه به نظر من استفاده میکنن از این برنامه برای در واقع باندها و قسمتهای مافیایی دیگه جمهوری اسلامی. متشکرم از شما کاوه شیرزاد، فعال سیاسی از فرانسه با ما. علی ربیع سخنگوی دولت ایران به احتمال طرح سوال از رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داده و گفته چنین اقدامی در آغاز کار مجلس جدید به پیچیدگی شرایط خواهد افزود. در همین زمینه روزنامه اعتماد چاپ تهران امروز از تلاش سازمان یافته عده‌ای از نمایندگان اصولگرا در مجلس خبر داده که در صدد فراهم کردن مقدمات استیضاح حسن روحانی هستند. اعتماد به نقل از یکی از آنها نوشته آقای روحانی هم به سرنوشت ابوالحسن بنی صدر گرفتار خواهد شد، اولین رئیس جمهوری ایران که مجلس اول او را برکنار کرد. از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران درباره پیامد این اقدام احتمالی نمایندگان مجلس پرسیدم. الان فعلا بحث طرح سواله که آقای ربیعی هم گفته. طرح سوال هیچ بار حقوقی نداره، یعنی سوالاتی مطرح میشه، حالا جلسه غیر علنی هم باشه خب هیچ کی مدرجه نمیشه، ولی بیشتر شاید در دو سه کلمه بشه گفت یک حرکت عوام فریبانه، ایذایی و انتقامیه. عوام فریبانه به این معنا که همین نمایندگانی که با رأی ناچیزی در مجلس رفتن فکر میکنن که به ملت بگن که بله عامل اصلی مشکلات زندگیتون دولت آقای روحانی و ما اینو به صلابه کشیدیم. حالا ممکنه نیم نگاهی تصورم بکنن که مثلا از این طریق راه انتخابات 1400 باز بشه، در حالی که مردم اصلا سرشون به درد و رنج خودشون این دعوا رو به جای حساب نمی کنن. عامل دوم هم این هست که جریانی که دو بار از روحانی شکست خورده حالا داره انتقام اون شکست رو با یه حرکت ایذایی و انتقامی میگیره. اما اگه بخواد جلوتر بره تبدیل به استیضاح و بیکفایتی و برکناری بشه، من تصور نمی کنم آقای خامنه‌ای این اجازه رو بده. به علاوه این که به هر حال جمهوری اسلامی میخواد با همین فرمون تا انتخابات آمریکا پیش بره، زمین که دلیلی هم براش وجود نداره. اگه آقای بنی صدر برکنار شد، آقای بنی صدر در برابر قدرت مسلط حزب جمهوری اسلامی، آقای بهشتی و رفسنجانی و خامنه‌ای ایستاده بود. آقای روحانی پشت به وعده هاش کرده، در سیاست داخلی با آقای خامنه‌ای در سرکوب مشارکت میکنه، در سیاست خارجی کارگزار هست. دلیلی برای عدم پس روزنامه اعتماد امروز گفته که آقای قالیباف میخواد رهبر دیدار کنه، در همین زمینه با او گفتگو کنه. پس شما فکر میکنید که نظر رهبر ایران علیه چنین استیضاح و یا احتمال خیلی
به احتمال خیلی زیاد و قریب به یقین، ولی این وسط یه نکتم روشن شد که آقای ربیعی هم میگه کارو پیچیده‌تر نکنید، حکومتی که 8ش گرم 9شه و میگه 68 لایحه دولت تو مجلس گیر کرده، این دعواهای چیزی رو نشون میده که در فرهنگ مسلط اکثر کارگزاران جمهوری اسلامی تقدم منافع جمع بر فرد وجود نداره. حالا منافع ملت که اصلا هیچ، اینا اکثر ملت رو آدم حساب نمی کنند. همون اقلیتی که حاکمن، اینها منافع فردی و جنایی خودشون رو بر منافع نظامشون هم ترجیح میدن. حالا آقای ربیعی میخواد اینها رو به صورت نصیحت دوزاریشون رو بندازه، ولی معلوم نیست این شلوغ بازیایی که در مجلس در میارن و رویا پردازی که برای برکناری روحانی میکنن نشون میده که به هر حال اوضاع وخیمتر از این چیزیست که آقای ربیعی تصور میکنه. گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران، از تلاش برخی نمایندگان برای بازگرداندن سیستم کوپنی خبر داده. او گفته شرایط برای توزیع کالاهای اساسی با کالا برگ، کارت الکترونیکی و سایر روش‌های مشابه در کشور فراهم خواهد شد. در زمان جنگ عراق با ایران هم از این روش برای توزیع کالاهای اساسی استفاده می‌شد. وزارت صحت عامه افغانستان از جان باختن 23 بیمار شناسایی 172 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داد. به گفته این وزارتخانه تا کنون بیش از 34 هزار نفر در افغانستان به این ویروس مبتلا شدند و 994 بیمار هم جان خود را از دست دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته برگزاری هر گونه مراسم عروسی و عزا ممنوع است و هیچ مراسمی هم نباید برگزار شود. بر اساس آمار جدید وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 188 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند که تعداد کل جان باختگان در ایران را به 12635 نفر رسانده. کاوه مشکات گزارش می‌دهد. سرایتش خیلی بیشتر شده و اینکه توصیه‌ای که دارم برای شما اینه که حتما بدون ماسک از مجلس خارج نشین، حتی امکان تجمع نداشته باشین، مراسم کنسل شه. این درخواست کادر درمانی بسیاری از بیمارستان‌های شهرهای مختلف در ایران است. فشار بر بیمارستان‌ها هر روز بیشتر می‌شود و آمار مبتلایان و قربانیان هر روز بالاتر می‌رود. دور همیها مراسم عروسی و عزا در محیط‌های بسته یکی از راه‌های اصلی گسترش کرونا در چند هفته اخیر بوده. حالا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته هر گونه تجمع ممنوع است و نباید برگزار شود. اجتماعات، تجمعات، حالا به عنوان عزاست، به عنوان عروسیه، به عنوان نمیدونم مهمانیه، به عنوان سمیناره، به عنوان جشنواره، همه اینها مضره. الان نه زمان جشنواره است، نه زمان سمیناره. حتی نسبت به کنکور هم دوستان اگر وزارت بهداشت ما اشکالی داشته باشه، خب یه چارچوبی براش تدوین میکنیم که مشکلی نباشه. به هر حال اجتماعات باید محدود بشه به حد ضرورت. پلیس امنیت تهران هم پس از صحبت‌های رئیس جمهوری ایران به تالارها هشدار داده که حق برگزاری هیچ گونه مراسمی را ندارند. دولت این روزها با وجود وضعیت قرمز و هشدار در 15 استان از عملکردش در بازگشایی کسب و کار و ادارات دفاع کرده. رئیس جمهوری ایران میگوید مردم در صورت تعطیلی دوباره اعتراض خواهند کرد. راحت ترین راه اینه که ما بگیم فعالیت تعطیل. این دیگه از این راحت‌تر نمیشه. روز بعدم مردم از به هم ریختگی و گرسنگی و فشار و مشکلات بیان اعتراض کنن، این دیگه این راحت‌ترین کاریه که میشه کرد. ولی خب هیچ که در دنیا دیگه این رو نمیپذیره. اما در سوی دیگر افرادی مثل محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران معتقدند که دولت حداقل باید برای یک مدت زمان خاص همه فعالیت‌ها را تعطیل کند تا آمار مبتلایان پایین بیاید. در اوجگیری دوباره کرونا تقصیر مردم 30% و سهم دولت 70% است، چون دولت یک بار تصمیماتش را به نفع کرونا شل کرد و به ویروس راند داد. من اگه اختیار داشتم فعالیت‌ها را 2 هفته تعطیل می‌کردم و محدودیت‌ها را آنقدر ادامه می‌دادم تا آمارها رو به افول برود.
زدن ماسک در بسیاری از مکانهای عمومی اجباری شده، ولی هنوز بعضی ها به ماسک و ماسک زدن اعتقادی ندارند. دستکش و ماسک و اینا استفاده نمی‌کنید؟ توپ بنزین؟ توپ بنزین نه. بنزین که خیلی خطرناکه. دوست دارم استفاده نکنم. همین رعایت نکردن مواردی به نظر ساده و عادی باعث شده افراد دیگری در نقاط مختلف ایران به کرونا مبتلا شوند و بعضی از آنها هم جان خود را از دست بدهند. در اهواز به گفته سازمان آرامستان شهرداری این شهر، آمار فوت شدگان کرونا از اول تیر ماه 70% بیشتر شده. در استان البرز در همسایگی تهران اوضاع بحرانی است. استاندار البرز گفته برای کنترل کرونا پیشنهاد تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعات کاری اداره‌ها را به ستاد ملی کرونا داده، ولی هنوز با آن موافقت نشده. بالا رفتن آمار مبتلایان و همچنین قربانیان کرونا در نقاط مختلف ایران نشان می‌دهد که دولت باید به فکر راهکار دیگری برای کنترل این بیماری باشد. کاوه مشکات، بی بی سی. اما کرونا چه زمانی به ایران رسید و شیوعش از کی آغاز شد؟ به این سوال ها هنوز جواب رسمی داده نشده، اما شواهدی هست که نشان میدهد واقعیت با آنچه درباره شیوع کرونا در ایران گفته شده همخوانی چندانی ندارد. همکاران ما در بی بی سی فارسی، نازنین معتمدی و محمود ابراهیمی، در گزارش تحقیقی با استفاده از یافته های علمی و بازخوانی پرونده این ویروس در ایران تلاش کردند تا به این سوال ها جواب دهند. بخشی از این گزارش رو با هم ببینیم. کرونا کی به ایران رسید؟ کی شیوع پیدا کرد؟ واقعا کرونا 30 بهمن وارد ایران شد یا هفته ها یا حتی ماه ها زودتر؟ اصلا امکانش بود که بشه این همه گیری رو کنترل کرد؟ این ویروس هم مثل هر مجرمی از خودش ردی به جا میذاره. فرمول ژنتیکیش رو ما صحنه جرم رو بررسی کردیم، سرنخ‌های علمی رو از مؤسسه‌های معتبر تحقیقاتی دنیا دنبال کردیم و پرونده کرونا رو در ایران بازخونی کردیم. بازخونی علمی پرونده با روایت رسمی ایران فاصله زیادی داره، ولی چقدر؟ چه درسی میشه ازش گرفت؟ نسخه کامل این گزارش و گفتگو در این زمینه رو میتونید امشب ساعت 10 به وقت تهران در برنامه 60 دقیقه ما ببینید. و نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. همزمان با پخش فیلمی از روح الله زم در تلویزیون ایران، سازمان گزارشگران بدون مرز گفته پخش این فیلم مصداق شکنجه است. در پی احضار حسن روحانی به مجلس برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان، روزنامه اعتماد گزارش کرده عده‌ای از اصولگرایان در پی فراهم کردن مقدمات استیضاح رئیس جمهوری هستند. در ادامه این برنامه، ترکمنستان می‌گوید حتی یک مورد ابتلا به کرونا هم نداشته است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان و نزدیکان عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی اعلام کردند فهرست کابینه به زودی نهایی و برای گرفتن رأی به مجلس نمایندگان معرفی خواهد شد. اما گزارش هایی از وجود اختلاف میان رئیس جمهوری و آقای عبدالله بر سر روند تقسیم قدرت وجود دارد. گفته شده اختلافاتی هم در درون تیم آقای عبدالله وجود دارد. با وجود این، هر دو طرف اختلاف میان دو رهبر سیاسی و اختلاف درون گروهی را رد کردند. ساعتی پیش جزئیات بیشتر را از همکارم روین رهنوش جویا شدم. دو ماه از پایان اختلافات و توافق سیاسی محمد اشرف غنی با رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه گذشته، اما تا هنوز تعداد اندک نامزدان کابینه معرفی شده و تعداد به عنوان سرپرست وزیر کار میکنند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری گفت که هر دو تیم در حال کار روی فهرست اعضای کابینه هستند تا تکمیل شود و حتی زود به مجلس نمایندگان بفرستنش به خاطر گرفتن رأی اعتماد. و دلیل این تأخیر هم همونطور که گفتی یک اختلافاتی گفته شده که بین محمد اشرف غنی هست و یک طرف هم اختلافاتی که در درون تیم آقای عبدالله عبدالله وجود داره. گفته شده که اختلاف تیم آقای عبدالله به خاطر گزینش افراد در وزارتخانه های کلیدی هست، اما
فریدون خزون سخنگوی شورای عالی مصالحه هر گونه اختلاف در تیم آقای عبدالله را رد میکنه، میگه تنها بحث ها به خاطر گزینش افراد شایسته در پست های کلیدی جریان داره که به گفته او پیشرفت های خوب هم در این مورد صورت گرفته. چند روز پیش هم بحث های مطرح شد مبنی بر اینکه با تیم آقای عبدالله و تیم آقای غنی در مورد گزینش والیان و ریاست های مستقل که تعدادشان به 60 میرسه هم اختلاف های دارن. دو طرف در این مورد مشخص چیزی نگفتن، ولی فریدون فزون میگه تیم آقای عبدالله توقع داره که توافقنامه و گونه درست تطبیق شود. طبق این توافقنامه عبدالله باید 50% اعضای کابینه را معرفی بکنه و والیان هم مطابق قاعده این توافق معرفی خواهند شد. گفتگویی بود با روین رهنوش، خبرنگارمون در کابل. برنامه رو با چند خبر کوتاه پی میگیریم. رهبران فعلی و سابق جهان در مراسم یادبود قتل عام مسلمانان بوسنیایی در سربرینیتسا شرکت کردند. بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا با فرستادن پیامی تصویری از تلاش‌ها برای ایجاد آینده‌ای بهتر و فراگیر در بوسنی تشکر کرد. 25 سال پیش نیروهای سرب با ورود به پناهگاه آوارگان مسلمان که تحت حفاظت نیروهای صلح‌بان سازمان ملل متحد بود، 8000 نفر را کشتند. بقایای تازه شناسایی شده 9 تن از قربانیان هم در مراسم امروز به خاک سپرده شد. در آمریکا دونالد ترامپ با استفاده از اختیارات رئیس جمهوری راجر استون، دوست و مشاور سابق ستاد انتخاباتیش را عفو کرد. آقای استون به خاطر دروغ گفتن به کنگره در جریان تحقیقات پرونده ارتباط ترامپ با روسیه به بیش از 3 سال زندان محکوم شده بود. کاخ سفید گفته اتهاماتی که به راجر استون زده شده برای جبران ناکامی دموکرات‌ها در اثبات همدستی ستاد ترامپ با کرملین بوده. دموکرات‌ها این تصمیم آقای ترامپ را محکوم کردند. هزاران نفر در شهر بایون در جنوب غرب فرانسه به راننده اتوبوسی که بر سر تذکر برای پوشیدن ماسک کشته شد ادای احترام کردند. فیلیپ مونگلیو 59 ساله 5 روز پیش وقتی به چند مسافر که ماسک نپوشیده بودند تذکر داد مورد حمله قرار گرفت. پلیس 2 جوان را بعد از این حمله بازداشت کرده. استفاده از ماسک در وسایط حمل و نقل عمومی فرانسه اجباری است. Few have blended courage and charisma quite like Jack Charlton as a player, a manager and as part of English football's most جک چارلتون ستاره فوتبال انگلیس در سن 85 سالگی درگذشت. او از ستارگان تاریخ فوتبال انگلیس بود و با این تیم برنده جام جهانی 1966 شد. او برادر بزرگتر بابی چارلتون مهاجم پیشین منچستر یونایتد بود. جک چارلتون مدافع تیم لیدز بود و در نظرسنجی سال 2006 به عنوان بهترین بازیکن تاریخ این باشگاه انتخاب شد. ترکمنستان یکی از بسته ترین کشورهای دنیاست. با وجود گستردگی شیوع ویروس کرونا در کشورهای همسایه‌اش مثل ایران و افغانستان، ترکمنستان تا به حال حتی 1 مورد ابتلا به این ویروس را گزارش نکرده. با این حال رسانه‌های مستقل از افزایش شدید موارد زاتوریه در این کشور خبر دادند. ریحان دیمیتری در این باره گزارشی ساخته که با هم ببینیم. در ترکمنستان هیچ خبری درباره ویروس کرونا منتشر نمی‌شود. چرا؟ چون کرونا رسما در این کشور وجود خارجی ندارد. تنها اطلاعاتی که درباره بهداشت و درمان وجود دارد آن چیزی است که تلویزیون نشان می‌دهد. مثلا افتتاح این بیمارستان توسط پسر رئیس جمهوری. حالا سازمان بهداشت جهانی این فرصت را به دست آورده که ببینید آیا ترکمنستان واقعا عاری از کرونا است.
بعد از هفته ها انتظار به یک گروه از کارشناسان پزشکی اجازه داده شده به ترکمنستان سفر کنند. بله خیلی دوست داشتیم قبلا میتونستیم بریم. حدود 2 ماه پیش بود که درخواست خودمون رو با مقامات ترکمنستان در میون گذاشتیم. متاسفانه مشکلات تدارکاتی مانع شد. ترکمنستان مرزهای خود را اواسط زمستان بست و هر کسی را که وارد کشور شد قرنطینه کرد. اما دسترسی به اطلاعات مستقلی که نشان دهد این کار چقدر مؤثر بوده محدود است. این تصاویر نشان می دهد که شرایط بهداشتی در اردوگاه های قرنطینه خوب نیست. منابع خبری مستقل از مرگ و میرهایی خبر دادند و از بیمارستان هایی که با پزشکان و پرستارانشون قرنطینه شدند. سازمان عفو بین الملل می گوید ترکمنستان یکی از خودکامه ترین کشورهای دنیاست. رئیس جمهوری این کشور برای خودش کیش شخصیت پرورش داده و اغلب در حال دادن دستور و توبیخ زیر دستانش نشان داده می شود. حکومت تصویری از وفور نعمت نمایش می دهد. اما مشقت‌های روزانه و صف‌های طولانی نان واقعیتی دیگر را نشان می دهد. وضعیت بد اقتصادی و انکار ویروس کرونا. ریحان دمیتری، بی بی سی نیوز. تازه‌ترین خبرها رو میتونید در وبسایت ما هم ببینید، bbcpersian.com. برنامه های تلویزیون و رادیو رو میتونید در سایت فارسی بی بی سی ببینید و اطلاعات مربوط به برنامه ها و ساعت پخش رو از طریق سایت ما به دست بیارید. به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.